هموطنان عزیز برگشتیم، انشالله که صحتمند باشید. ادامه برنامه صبح فردا هست و در خدمت ورزشکاران عزیز خود هستیم. آقای ذکرالله مباریز و ایمل نیکزاد که در رشته MMA و فیر فایت رشته آزاد تمرین کردن و مسابقاتی داشتن، در لابلای برنامه با خودشان بیشتر معرفی میشیم و صحبتهای بیشتری خواهیم داشت. آقای مباریز، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام عرض میکنم محترم برای شما، سلام عرض میکنم برای بیننده روی تلویزیون رای فردا. ذکرالله مباریز هستم، یک تن از فری فایتران افغانستان. خیلی عالی، خیلی خوش آمدید امروز به برنامه. خوش باشین، قربانتون، خدا که صبح عالی زیبایی داشته باشه. تشکر، بخیر باشین. آقای نیکزاد، صبح شما بخیر. سلام عرض ادب خدمت شما بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون رای فردا. ایمل نیکزاد هستم، مشهور به اسپرینگ، یک تن از MMA کاران تیم ملی مبارزات آزاد کشور در خدمت هستم. خیلی عالی، مشهور به چی گفتین؟ اسپرینگ. این اصطلاح را بیشتر دوستان و رفقانتان سر شما مانده؟ بله، خود استاد جان ما مانده و دوستا با مینم صدا میکنم. خیلی عالی، خیلی جالب است. استاد معنایش چی میشه؟ یعنی یک ذره اسپرینگ بسیار معنی میس اسپرینگ وره، بسیار سرعتش زیادتر است، بسیار جدی‌تر کار میکنه دو شب، یعنی بسیار تیزتر است. خواه در تمرینات خود اسپرین؟ اسپرنگ. بله بله، خیلی جالب، اسپرنگ رو میپره. بله بله، خیلی عالی. خب جناب مبارز، اگر از شما آغاز کنیم، چه مدت میشه شما در روی بودن به دنیای ورزشی و رشته که تمرین میکنین چه هست؟ در مدت 7 سال من MMA تمرین میکنم و در مدت 2 سال هم خوشتی کردیم دیگه. فعلا هم MMA میکنم و فعلا یک کلاب هم دارم در ورسولی بگرامی، مصروف همی کلاب هستم دیگه. بخیر دمی نزدیکای دمی زمستان مسابقات ما در کشور ایران، اگر چانس یاری کرد بخیر میریم و ایران یک مسابقات داریم. بله انشالله روی اونا صحبت خواهیم شد. خب 2 سال گفتین در پهلوانی کشتی هم کار کردین، درست است؟ چطور شد باز رها کردین آمدین طرف MMA؟ چون که کشتی که بود والا تمرین کشتی کردم، بسیار دیدم یک ریکورد صحیح نداشت، برنامه خوبی نداشت. مگر فیر فایت بسیار آن برنامه دارد، یک فیر فایت بسیار یک جنجو است، بسیار رشته خوبی است. بله دیگه یک رشته بسیار خوب است، آن نام دارد، آن ریکورد دارد. بله خیلی. آقای نیکزاد، چه مدت میشه شما در رشته MMA تمرین دارم؟ من مدت 4 سال میشه رشته MMA را تعقیب میکنم تحت نظر استاد ذکرالله جان مبارز. بله و 1 سال بوکس کردیم و هم 2 سال هم کشتی کردیم. خیلی عالی. غیر از تمرینات روزانه که دارین و برنامه های تمرینی که دارین، دیگه فعلا چی مصرفات ها دارین شما؟ فعلا شغل آزاد داریم، کار یک خیاطی میکنیم. خیلی عالی. خب جناب مبارز، از برنامه که در پیش رو دارین، مسابقه قرار است در کشور ایران برگزار شود، یاد کردین؟ اگر بیشتر معلومات بتین، مدت چه زمان هستی؟ بخیر در مدت زمستان، در مدت 2 ماه وقت تر میگیره. انشاءالله که اگر زحمت بکشیم بر کشور ایران میریم، سفرهای داریم سفر ایران و یک مسابقات بعد از ایران اگر آمدیم، اگر چانس بود و افغانستان که در ریف پاکستانی مستق دیگه، سپورت به خدا دیگه آمدگی. فعلا آمادی خاص تمرین 2 تایم میگنم، یک تایم خودم MMA، یک تایم پیش استادم استاد عبدالواسی قیمی درست تمرین میگنم. در این مدت و خیر یک ماه کنیم ما انشاءالله سپورت به ایران، سپورت به خدا میریم سن ایران. بله. و سازمان تا فعلا مسابقات ما را تاریخ شده چیز نکرده، بخیر تاریخش که معلوم شد باز بخیر دفعه بعدی انشاءالله از نزدیک با انشاءالله. این مسابقه از طرف خود سازمان هست؟ از خود سازمان. فقط شما به نمایندگی از افغانستان عازم اون مسابقه خواهیم شد؟ فعلا خودم هستم در سازمان ZFC در ایران و یک بار دیگه هم در هرات فایت کردیم این سازمان، حال فعلا به کشور ایران بخواه سفر دارم. بله. آقای نیکزاد، هم از مسابقاتتان یاد کنین، تا فعلا چقدر مسابقه داشتین، رکوردتان، مسابقاتی که بردین و یا هم مسابقاتی که شاید واگذار کرده باشید. من لله الحمد 6 مسابقه ثبت و شیرداد دارم. بله. که در ریکارد لله الحمد باخ ندارم و کوشش میکنم که می ریکارد خود نگاه کنم، باخ نکنم و امید و روزه که در تمام دنیا امیر رقم پیشرفت کنیم بدون باخت و بیرق خود در تمام دنیا بلند کنیم انشاءالله. و باخت ندارم تا فعلا انشاءالله اگه رضای خدا بود در این وقت ها سر کمربند قهرمانی پاکستان بریم مسابقه کنیم، تمرینات خودم میکنیم و لطف یاری خداوند و دعای شما دوستا
انشالله توکل بخواه انشالله. خیلی عالی، در مسابقات هم بدون شک پیروز برخواهیم گشت. دوستان اگر شادی کمربند که اینجا از آقای مبارز هم هست بگیرن، بیشتر درباره هم صحبت داشته باشین. دخن کمربند از کدام مسابقات شما گرفتین؟ این کمربند در ولایت هرات بودک، مسابقه ما از سازمان زیتیفسی بودک. بله. کریف ما این کمربند والا بسیار بزامت خودش گفتک بیچاره از کشور از چیز گرفته بود، کشور پاکستان آورده بود. بله. باز مرا چلین دادک، من چلین داد ما گفتمش تو فایت تر هستی چی داری که من فایت میگیرم، من ریکورد من بالا سگ خودت چی داری؟ باز مرا گفت مبارز جان من چیز ندارم، ریکوردم بالا نیست، و از کشور پاکستان یک کمربند آوردیم یک ریکورد دارم. باز من گفتم ان شاء الله که من کمربندت من فایت میگیرم که چلین دادی، حالا من چلین تا قبول میگنم. بعد در ایراد برگزار کرده بود سازمان و چیز بود زیتیفسی بود، اصل نمایندگیش در ایران هست و در ایراد برگزار کرد. من در راوند دو عریف ما در استاد میشن ترنگل تپاو دادم، مگم با خوشبختانه کمربند از پیشان گرفتم. بله خیلی عالی. اینجا مدال هایی هم که از قهرمانان خود داریم دوستان اکشاشان بگیرن. این مدال هم فکر کنم با کمربند در دوش یک جا بود. این سازمان چیز از همون مبارزه که یاد کردیم. قربانتان سازمان رو داد مدال. مدال های دیگر را شما از کجا گرفتین؟ از المپیک هم گرفتیم، اگر سازمان های مختلف هم گرفتیم. بله. قربانتان دو تا مدال از خود المپیک هست که مقام اول گرفتم، دیگر از سازمان های مختلف هستن، از OFC هستن، CFC از سگ گرفتم. بله. خیلی عالی. تا حال آقای مبارز دخن یاد خودش ما هست چی تعداد مسابقه داشتین؟ والا یک مسابقات من که بود بسیار پیش قصه گرم برد، یک 3 سال پیشه. بله. ما خبر نبودم که مرا سازجان ما جوره کرده بود، در ولایت کابل بود، عریفم از ولایت مزار بود که من از کابل فایتم شد. بله. ما را جوره کرده بود سازم، گفت جورهت کرده ایمک بچه، مگم فیز در فیز جوره نشد، ما را نشان نداد عریف من. مگم داخل قفس که رفتیم، روز مسابقات که رفتیم داخل قفس، عریف ما دیدیم بسیار از مگم هم مقامتش بالا، هم قدش بالاتر بود. بله. که از یک راوند کار کرده ایمک، مگم وقتش قدش دراستر بود، مشتش ما را زودتر میگرفت. بله. در مسابقات آقای مبارز برای یک فایتر چه چیزی به عنوان یک ویژگی شناخته میشه؟ مثلا یکی را که شما یاد کردین کسی که داخل رنگ قدش بلندتر بود حتما یک ویژگی هست، یعنی احتمال برده بیشتر است. دیگر یک ورزشکار چی ویژگی داشته باشه؟ قربان دن یک فایتر از قوارج اسامتش معلوم میشه که فایتر رسیده است، یک فایتر فامیل جنجو است. اما ببینی ریکوردش و قوارش هم خود جسامتش بدنش از عالم میباشد، تمرینایش هم معلوم میشه از بدنش. باز من امو عریف مک قصه کردم پیشتر برد، در راوند دو مگم قدش بلندتر بود، یک پرتاب زدمش، پرتاب کلزنگ زدمش در صد میشن آرامبال برای من تپاوت کرد. مگم مگم بسیار یک جنجوی خوبتر بود. پس کسایی که تمرین کردن و مسابقات داشتن یا هم قهرمان هستن دیگه از شما میتونین از اینکه خودشان را ببینین روی دوره دیگه قضاوت کنین که چطور هست و چقدر مسابقه داشتن. مگم باید ببینه عریف تا ببینه که چقدر ریکورد داره، امروز فایت کنه چقدر فایت کرد، که از خودت کرده مقامش را ببینه که شاگردم جوره میکرد از اینکه بالا باشه برش جوره نمیگم، چون بله. باید با ریکورد باشه، با وزن باشد، با مو چقدر که فایده کردم رو جوره میکنیم. بله. ما اینجا یک ورزشکار داشتیم، فکر کنم فعلا اینجا نیستم، مشتبه جان کجا هست؟ یک دفعه میدیدین که چطور هست؟ انشاءالله میبینیم از نیستی تر میبینیم. من یک دفعه باید مشتبه جان رو ببینید. خب خیلی عالی. آقای نگزاد هم صحبت داشته باشه، مسابقاتی که در پیش رو دارین، برنامه هایی که دارین، در این نزدیکه ها مسابقه قرار است داشته باشین شما؟ بله، در این وقت های نزدیک انشالله اگر رضای خداوند بود مسابقه خواهد داشتم، در سازمان استیل شاید مسابقه کنم یا دیگر سازمان ها باشه مسابقه میکنم انشالله. بله خیلی عالی. اینجا تقدیرنامه ها و حکم قهرمانی که عزیزان ما هم آوردن داریم، از آقای ذکرالله یکی هست. اگر بیشتر درباره صحبت داشته باشین این مسابقه کجا بوده و شما؟ این مسابقات تیر اسپورت بوده. بله. مسابقات تیر اسپورت بوده. در اون مسابقه هم تانستین که پیروز شدید؟ مخواب اول گرفتم در این مسابقات، عریف من ماشاءالله خوب فایتر بود. بله. خب دیگه حکمای قهرمانی و مدال های زیاده را همی از آن از مسابقات که داشتن آوردن.
ای لوح تختیر هم از سازمان MFC درست است؟ از MEC است، از MEC است. اگر درباره بیشتر صحبت کنید، مسابقه کجا بوده و چه زمانی؟ این مسابقات در خود کابل بودند. بله. در مسابقات در کمپ BBC بوده، در اونجا مسابقات کردم، اینجا مقام اول خودم گرفتم. خیلی عالی. خب اینجا دیگه تقدیرنامه، لوح‌های تقدیر، حکمای قهرمانی بسیار زیاد از قهرمانان داریم. خیلی عالی. خیلی تشکر از اینکه امروز تشریف آوردین، لطف کردین. مسابقات که هر دوی شما یاد کردین در پیش رو دارین، انشاءالله امیدوارم که بتونین در مسابقات هم پیروز شوین. سلامت و دوش ما دوستان. در برنامه های بعدی با کمربند بیشتری، با مدل های بیشتری شما در برنامه داشته باشیم. آقای نگزاد، حرف و پیام شما را هم میگیریم. خواست شما از حکومت، از نهادهای مربوطه، کسانی که بیشتر با شما در ارتباط هست چی هست؟ پیام ما به از طرف رادیو تلویزیون رای فردا به کمیته ملی المپیک و ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش همی است که باید سطح MMA را در کشور رشد بدن. بله. و پیام به قهرمان هایی است که در چی در اینجا است چی در خارج از کشور هستند، بیاین در افغانستان خود، در کشور خود دست به دست یک دیگر بدن تا کشور رو خودمون جور کنیم. بله. سازمان های بیشتر تولید کنیم، قهرمان های بیشتر تولید کنیم تا مردم از جهان بیاد افغانستان مبارزه کنه. انشاءالله. یک کدام پیام خاص ندارم. خیلی عالی، خیلی تشکر. آقای مبارز، شما به عنوان کسی که فعلا به عنوان ترینر یا استاد هم تمرین دارین دیگر، یک استاد باید چه برنامه هایی داشته برای شاگردان خود، برای کسانی که پیششان تمرین میکنه، باید چه قسم برنامه داشته باشن؟ یک استاد باید قهرمانان خود، دوستا، ورزشکاران خود برنامه ورزشی بده که نزدیک مسابقه هاش هست. بله. برنامه بده شه که ان بخیر ان ورزش شود، ان یک ساعت مندیش، یک برنامه بده شه که یک چکر بره به یک جای، یک برنامه بده شه که ان زحمت بکشه، یک خستم نشود. برنامه می برنامه است، برنامه ایش دیگه تو خاص برنامه نیست. بله. خیلی تشکر از اینکه تشریف آوردین. سلامت.